درود به شما شنوندگان عزیز، شما به رادیوی جهانی پارس گوش می دهید. در این قسمت برنامه خلقت تازه پخش خواهد شد. شما می توانید در طول پخش این برنامه از طریق شماره واتساپ 2031-638-98-98-98 تکرار می کنم 2031-638-98-98-98 و همینطور ایمیل آدرس wrpersian@gmail.com با ما در تماس باشید. منتظر پیشنهادات و نظرات شما هستیم. چنان که مکتوب است، هر که فخر کند در خداوند فخر نماید. خواهران و دوستان و هموطنان عزیزم، سلام گرم دوستارتون سارا رو بپذیرید. امروز میخوام راجع به ایمان و اعتقاد داشتن به خدا صحبت کنم. حالا ببینیم ایمان چیه. در این دوره جدید با هر کسی راجع به خدا صحبت کنین، همه قبول دارن که خدای وجود داره. وقتی راجع به مذهب با اونا صحبت کنین، میگن که کدوم مذهب؟ مذهب بی خودی و من در آوردیه، ولی من به خدا اعتقاد دارم. جالب اینجاست که این اشخاص اسم قادر مطلق رو شنیدن، ولی هیچ چیزی راجع به خدای بزرگ و یکتا و بخشنده نمیدونن، ولی ادعای خداشناسی هم میکنن. و عیسی فرموده. اما سوال اینجاست که وقتی من مسیح به این دنیا بازگردم، چند نفر را خواهم یافت که ایمان دارند و سرگرم دعا هستند؟ واقعا درسته. اشکال کار اینجاست که بشر برای خودش مذاهب دیگه هم درست کرده و خودش رو با اونها سرگرم میکنه. بودایی رو میبینین که جلوی مجسمه بودا زانو زده و کلی هم خوراکی در اطراف بودا گذاشته. و یا اون مارپرست رو میبینید که مار رو پرستش میکنه. البته همه اینا به خاطر نشناختن پدر آسمانیه. و کتاب مکاشفه به یوحنای رسول این طور نشون داده. سپس به من گفت: آبهایی که آن زن روی آنها نشسته است، نشانه گروه‌های مختلف مردم از هر نژاد و قوم است. حیوان سرخ رنگ و ده شاخش که معرف آن ده پادشاهی هستند که با او سلطنت می کنند. همه از آن زن بیزارند. پس بر او هجوم آورده غارتش خواهند کرد و او را لخت و عریان در آتش رها خواهند کرد. زن در اینجا همون دنیاست که در دنیا انواع و اقسام افراد با دیده های مختلف و ایده های مختلف وجود دارند و متاسفانه هر کسی برای خودش یک برداشتی از پدر آسمانی و دنیا داره. و دوباره کتاب مکاشفه گفته هر که از برادر خود نفرت داشته باشد در واقع قاتل است. و می دانید که هر کس قصد قتل کسی را داشته باشد هرگز به زندگی ابدی دست نخواهد یافت. اما محبت واقعی را از مسیح آموخته ایم، زیرا او جان خود را در راه ما فدا کرد تا ما نیز حاضر باشیم جان خود را در راه هم نوعان خود فدا کنیم. اما کسی که ادعای مسیحیت می کند و از نظر مالی در وضعیت خوبی به سر می برد، اگر هم نوع خود را در احتیاج ببیند و به او کمک نکند، چگونه ممکن است محبت خدا در قلب او حکم فرما باشد؟ ای فرزندان من، محبت ما نباید فقط زبانی باشد، بلکه می باید در عمل نیز آن را نشان دهیم. بعد از خودمون سوال کنیم ما چه چیزی راجع به خدا می دونیم و یا چه مطالعی رو نسبت به پدر آسمانیمون کردیم. در این دنیا هر کار و هر عمل زشتی رو که می خواهیم انجام می دیم و بعدم می گیم که به خدا اعتقاد داریم. به ما انسانها واجبه که برگردیم و پدر آسمانیمون رو بشناسیم. و از اینی هم که میخوایم او رو بشناسیم باید افتخار کنیم، چون او خداییه که خودش رو مثل یک مرد
درست کرد و به خاطر نجات ما، انسانها و گناهان ما بر روی صلیب مصلوب شد. پدر آسمانی یک خدای خار و ذلیل نیست. او قادر مطلق و ناظر مطلقه و به اسرائیلی ها گفته بود: ای اسرائیلی، شما شاهدان و خدمتگزاران من هستید. شما را انتخاب کردم تا مرا بشناسید و ایمان بیاورید و بفهمید که تنها من خدا هستم و خدای دیگر هرگز نبوده و نیست و نخواهد بود. ما ساخته ی دست پدر آسمانیمون هستیم. او ما رو مانند خودش آفریده، به ما شعور و فهم و حق اختیار داده و در مقابل از ما خواسته که نسبت به او و دیگران با محبت باشیم و او ایماندارانش رو از دیگران جدا کرده، در واقع ما رو دستچین کرده و او میدونه که این دنیا یک دنیای ثابتی نیست، یک دنیای تو خالی است و به ما گفته تا کسی نتواند از شما ایراد بگیرد، شما باید در این دنیای فاسد که پر از افراد نادرست و گردنکش است همچون فرزندان خدا پاک و بیلکه باشید و در میان ایشان مانند نور بدرخشید. البته کار آسانی نیست. با این چیزهایی که در اطراف ماست همه چیز برای ما سخت‌تر و مشکل‌تر میشه. برای مثال ورزش یوگا. مردم حالا یا واقعا احتیاج دارن که اعصابشون رو راحت کنن و یا به خاطر چشم و همچشمی سراغ این ورزش میرن. البته در این ورزش طرز درست نفس کشیدن و یا چطوری تمرکز حواس پیدا کردن و یا خیلی چیزهای دیگر رو یاد میده. از جمله این که باید به بودا احترام گذاشت و جلوی او تعظیم کرد و پولس رسول در کتاب مقدس خیلی قشنگ توضیح داده. بنابراین از جانب خداوند به شما میگویم که دیگر مانند کسانی که هنوز نجات نیافتند زندگی نکنید، چون ایشان کور و گمراه هستند و دل سنگشان پر از ظلمت است. ایشان از حیات خدا دورند، زیرا فکر و دل خود را به سوی خدا بستند، در نتیجه نمی توانند راه های خود را تشخیص دهند. در نتیجه اون اشخاص که به طرف مذاهب دیگه میرن واقعا هم کور، هم کر و هم لال هستند. حالا چرا کور هستند؟ به خاطر اینکه جلال و شکوه پدر آسمانیشون رو نخواهند دید. مردم پرستی و یا بت پرستی میکنن. چرا کر هستند؟ به خاطر اینکه هیچ نوع توجهی به کلمات پدر آسمانیشون ندارن. دعوت او و کلمات محبت آمیز او رو نمیشنون. چرا لال هستند؟ هیچ جوابی در مقابل محبت ها و بخشش های پدر آسمانیشون ندارن، چون تمام توجهشون به خودشون و اطرافشون هست. در واقع خودپرستی و خودستایی میکنن و پولس رسول فرموده: اما این خدا بود که لطف فرمود و توسط عیسی مسیح به شما حیات بخشید. این مسیح بود که نقشه نجات خدا را به ما نشان داد و آن را برای ما به بهای جان خود فراهم نمود. او ما را از گناهانمون طاهر کرد و مورد قبول خدا ساخت. کتاب آسمانی نیز همین را می فرماید: اگر کسی می خواهد به چیزی افتخار کند، به کاری که خداوند انجام داده است افتخار کند. خب عزیزان من، امیدوارم که روز خوب و پربرکتی رو در پیش داشته باشید. تا برنامه آینده شما رو به دست خدا می سپارم و خدا نگهدار. امیدواریم این برنامه باعث تشویق و بنای زندگی شما عزیزان شده باشد. شما می توانید از طریق شماره واتساپ 2031-638-98-98-98 تکرار می کنم 2031-638-98-98-98 و همینطور ایمیل آدرس wrpersian@gmail.com با ما در تماس باشید. خوشحال می شویم نظرات، پیشنهادات و همینطور سوالات خودتان را در مورد این برنامه با ما در میان بگذارید.
اگر پای تو شب یاده، نفرت کن از دروغ باطل، آنگاه راحت پیمایی کامل، با حب و خوشی و همراه از عیسی نجات را طلب کن، از دلت کدورت ها را پاک کن، عیسی را بر صلیب نگاه کن، از عیسی نجات را طلب کن، از دلت کدورت ها را پاک کن، زندگیت به او تسلیم کسی که انصاف را دوست دارد، خداوند عیسی را خوش سازد، تو را حیاتین و بشکافد، نور و جلالت را نو کند، از عیسی نجات را طلب کن، از دلت کدورت ها را پاک کن، عیسی را بر صلیب نگاه کن، از عیسی نجات را طلب کن، از دلت کدورت ها را پاک کن، زندگیت به او تسلیم کن. عیسی تو را هدایت کند، با خونش گناهت پاک سازد، جانت را از نیستی رهاند، روحش تو را احیا نماید، از عیسی نجات را طلب کن، از دلت کدورت ها را پاک کن، عیسی را بر صلیب نگاه کن، از عیسی نجات را طلب کن، از دلت کدورت ها را پاک کن، زندگیت به او تسلیم کن.